در ادامه تشنج‌ها میان اسرائیل و ایران، تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران یک کشتی تجارتی مرتبط با اسرائیل را در تنگه هرمز توقیف کردند. توقیف این کشتی در حال صورت گرفته است که قبل از این تهران مکررن به انتقام گیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری ایران در سوریه هشدار داده بود. شرح بیشتر در این مورد را همکارم میر عبدالقدیر مشرف دنبال کرده و در استودیو با ماست. قدیر جان سلام. جزئیات در مورد توقیف کشتی چیز و آیا این کار بخش از اقدام تلافی جویانه ایران است یا نه؟ سلام نجیبه جان به شما و بینندگان عزیز. حکومت ایران تا کنون در مورد توقیف کشتی چیز نگفته، ولی خبرگزاری دولتی ایران گفته که نیروهای ویژه سپاه پاسداران این کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرده و این کشتی به سوی آبهای ایران هدایت شده است. شرکت تجارتی MSC این کشتی باربری را از یک شرکت دیگه که یکی از سهمدارانش یک تاجر اسرائیلی است به کرایه گرفته بود. بر اساس گزارش ها این کشتی 25 نفر عمله داره. وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به این اقدام ایران گفته که تهران دزدی بحری را انجام داده و باید تحریم شود. البته قبل از این ایران گفته بود که در صورت لزوم دید تنگه هرمز مسدود خواهد کرد. اقدام امروز ایران در حالی صورت میگیرد که نگرانی های ناشی از تنش میان تهران و اسرائیل افزایش یافته است. اردوی اسرائیل امروز بار دیگر هشدار داد که اگر ایران در پی افزایش خشونت در منطقه باشد با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. اردوی اسرائیل گفته که در حالت اظهارات درجه یک قرار داره و برای دفاع از مردم خود کاملا آماده است. جزئیات از دری گزارش میبینیم. شرق میانه که بیش از 6 ماه بدین سو شاهد نارامی ها و نگرانی های ناشی از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس می باشد، درگیری احتمالی میان ایران و اسرائیل نیز بر این نگرانی ها افزوده است. به دنبال هشدارهای مکرر تهران مبنی بر انتقام گیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایران ممکن به زودی بر اسرائیل حمله کند، ولی با گفته جو بایدن پیامش به ایران این است که چنین کار را نکند. ما به دفاع از اسرائیل متحدیم. ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد. ما از اسرائیل دفاع خواهیم کرد و ایران موفق نخواهد شد. در حمله هوایی اول اپریل بر کنسولگری ایران در سوریه که به اسرائیل نسبت داده می شود، 7 نفر با شمول 2 جنرال ایرانی کشته شد. ایران هشدار داده است که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. اردوی اسرائیل میگوید که برنامه ها به خاطر پاسخ به حمله احتمالی ایران را طرح ریزی کرده است. دفاع ما آماده است و میدانیم که چگونه به هر تهدید به گونه جداگانه رسیدگی کنیم. در کنار دفاع ما برای حمله نیز آمادگی داریم. ما آماده ایم که با توانمندی های وسیع حمله کنیم و میدانیم که چگونه عمل کنیم و مردم اسرائیل را محافظت کنیم. ایران علاوه بر داشتن میزایل های دوربرد که می تواند اسرائیل را هدف قرار دهد، گروه های متعدد نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز دارد که همه‌شان توان حمله بر اسرائیل را دارا می باشند. احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل کشورهای جهان را به اتخاذ تصامیم احتیاطی واداشته است. حکومت آلند روز شنبه اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران روز یکشنبه مسدود خواهد بود. در عین حال حکومت آلمان به شهروندان آلمانی هشدار داده است تا ایران را ترک کنند. قبل از این هند، فرانسه، پولند و روسیه نیز به شهروندان خود هشدار داده بودند تا از سفر به شرق میانه خودداری کنند. با افزایش تشنج میان اسرائیل و ایران، خطوط هوایی قنطاس استرالیا گفته است که مسیر پروازهای خود میان شهر پرت و لندن را تغییر می دهد. یک روز قبل از این خطوط هوایی اتریش نیز اعلام کرد که پروازهای خود به تهران را الا تاریخ 18 ماه اپریل به تعلیق در می آورد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.